خیلی ممنون و سپاسگزارم که توی این جلسه شرکت کردین. با ادامه ی حل تست های دنباله در خدمت شما هستم. میخوام حل تست دنباله حسابی رو با شما کار بکنم و روش حل تست های سری رو بهتون یاد بدم. خب دوستان، توی تست به ما گفته در دنباله حسابی 8x y 48 z حاصل x ایگرگوم کدام است؟ خب دوستان، جمله اول چهارم، جمله اول و چهارم رو داریم. پس با استفاده از این دوتا جمله که معلوم هست قرر نسبت رو به دست میاریم. بعد با استفاده از قرر نسبت x و y هم به دست میاریم و یه نسبت میگیریم و پاسخ رو میگیم. به چه صورت؟ به این صورت، جمله اول و چهارم رو داریم، معلومه. خب پس باید قدر نسبت رو به دست بیاریم. قدر نسبت رو چجور به دست بیاریم؟ با استفاده از جمله عمومی دنباله حسابی. خب به تی چهار 48، جمله چهارم 48، جمله عمومی رو می نویسیم. جمله عمومی tn براستو t1 به علاوه n من 1 دی. جمله چهارم میشه t1 به علاوه 4 من 1 دی. خب چون جای n گذاشتیم 4 و برابر 48 و ما t1 هم 8. 8 رو میذاریم داخل جمله t4 که بستش دادیم، میشه چی؟ 8 به علاوه 3 دی برابر است با 48. 3 دی برابر است با 40 و دی به دست میاد 43. خب دی رو به دست آوردیم 43. حالا T2 و T3 رو می نویسیم. T2 X، T3 هم Y. خب می نویسیم T2 برابر است با T1 به علاوه دی، یعنی 8 به علاوه 43. یه مخرج مشترک میگیریم، میشه 24 به علاوه 43 میشه 64 سوم. پس جای x میشه 64 سوم. حالا t3 رو مینویسیم. t3 برابر میشه با t1 به علاوه 2d. t1 رو داریم 8، میشه 83. 8 به علاوه 83 یه مخرج مشترک بگیریم، میشه 24 به علاوه 83 و 104 سوم. ایگرگ میشه 104 سوم. حالا گفته نسبت ایکس ایگرگ هم چند میشه. میاییم به چی کار میکنیم؟ ایکس ایگرگ هم برابر است با 64 سوم تقسیم بر 104 سوم. 3 با 3 میره، میمونه 64 تقسیم بر 108. 64 و 104 به چه عددی بخش پذیره؟ 8، میشه 8 سوم. پس نسبت ایکس ایگرگ هم میشه 8/13. گزینه 1 پاسخ سوال. خب سوال تست از ما خواسته x1 و y2، x1 و y2 ریشه های معادله x2 منهای mx به علاوه 2 هستند. اعداد x1، x2 و x1 به علاوه x2 و 4، سه تا عدد به ما داده. تشکیل دنباله حسابی میدن مقدار m کدامه؟ خب دوستان، یعنی چی؟ گفته x1 و x2 ریشه ی این دوتا معادله است، ریشه ی معادله درجه دومه. حالا با استفاده از ریشه ی معادله یه دنباله حسابی تشکیل داده، مقدار m رو میخواییم به دست بیاریم. چیکار میکنیم؟ خیلی راحت و ساده میگیم که این سه تا عددی که به ما داده x1 x2 یه عدده، x1 به علاوه x2 یه عدد دیگه است و 4 یه عدد سی یه عدد دیگه است. خب میاییم تشکیل واسطه حسابی رو بهش میدیم. واسطه حسابی چی میگفت؟ جمله وسطی برابر میشه با میانگین اولی و آخری، یعنی
x1 به علاوه x2 رو b بگیریم، x1 x2 رو a بگیریم، 4 هم c بگیریم، b برابر میشه با a به علاوه c تقسیم بر 2. حالا جایگذاری میکنیم با استفاده از شرط دنباله حسابی برای واسطه های حسابی، میگیم وسطی باید میانگین اولی و سومی باشه. می نویسیم x1 به علاوه x2 برابر میشه با x1 ضرب در x2 به علاوه 4 تقسیم بر 2. حالا این معادله رو حلش میکنیم، این معادله رو حلش میکنیم، ساده میکنیم، یه ضرب در 2 بکنیم میشه 2 تا x1 به علاوه x2 برابر میشه با x1 x2 به علاوه 4. این معادلمون میشه. خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ این ریشه یه معادله، یعنی که به ما داده، این معادله درجه 2 رو داده، حلش میکنیم. خب حلش بکنیم چیه؟ مجموع ریشه ها برابر S، حاصل ضرب ریشه ها میشه P. x1 به علاوه x2 مجموع ریشه هاست، x1 x2 حاصل ضرب ریشه ها. خب می نویسیم معادله درجه 2 رو، می نویسیم x2 منهای mx به علاوه 2، حاصل ضرب ریشه ها میشه چی؟ x1 به علاوه x2. توی حل معادلات ریشه ها گفتم که توی فصلش بهتون گفتم که منفی بی آوم میشه، منفی بی آوم که برابر امه، دوستان اینو حفظش بکنید، منفی بی آوم که برابر ام میشه. حالا حاصل ضرب ریشه ها پی، x1 ضرب در x2 برابر میشه با سی آوم که برابر 2، سی آوم برابر 2 و منفی بی آوم برابر میشه با ام. خب این دوتا معادله رو جایگذاری میکنیم داخل معادله یکی که نوشتیم، معادله اولی که نوشتیم. می نویسیم x1 به علاوه x2 میشه چی؟ ام منفی بی آوم دیگه. منفی بی آوم چیه؟ اینه، این بیه. آ چیه؟ یکه. اینجوری. خب حالا سی آوم، سی چیه؟ دو. آ چنده؟ یکه. جای گذاری کردیم شد دو. حالا جای x1 به علاوه x2 که به دست آوردیم m، میذاریم m میشه 2 تا m. جای x1 x2 که 2 به دست آوردیم میذاریم 2، 4 هم که خود 4، پس 2m برابر میشه با 6، m برابر است با 3. پاسخ گزینه 1. خب دوستان این شبیه این سوال توی کنکور میاد، دو تا ریشه به ما داده، میگه ریشه معادله درجه دوم، اعداد ریشه ها هم داده، حالا میگه یه مقداری از اون معادله رو به دست بیاریم، از با استفاده از واسطه یه حسابی میانگینش رو میگیریم، تشکیل یه معادله میدیم، ریشه های معادله درجه دو حاصل ضرب و مجموعش رو می نویسیم، حاصل ضرب که گفتیم سی آوم و حاصل جمع هم که گفتیم منفی بی آوم، این دوتا رو می نویسیم می ذاریم داخل اون معادله اولی که نوشتیم با استفاده از واسطه حسابی. خب تست بعد از ما خواسته در یک دنباله حسابی مجموع جملات T1 به علاوه T5 و T9 برابر است با 18. این عبارت به ما داده اگر T2 به علاوه TM برابر با 12 باشه مقدار M کدومه؟ چیکار باید بکنیم به دست بیاریم؟ گفته مجموع T1, T5, T9, 18 اینو داریم. خب بازش میکنیم با استفاده از جمله عمومی دنباله حسابی، مجموع T1 و T5 و T9 باز میکنیم. خب جمله عمومی دنباله حسابی TN برابر با T1 علاوه N من 1 D. T1 که خودشه، جای T5 می نویسیم T1 علاوه 4 D، جای T9 می نویسیم T1 علاوه 8 D. T5 اینم T9 برابر با 18 می ذاریم. ساده که بکنیم می رسیم به
سه تا تی یک به علاوه 12 تا دی برابر است با 18 تقسیم بر 3 بکنیم میشه تی یک به علاوه 4 دی برابر است با 6. خب حالا چیکار میکنیم؟ این عبارت رو سعی میکنیم بسازیم. تی دو به علاوه تی ام برابر است با 12. خب تی دو یعنی چی؟ یعنی تی یک به علاوه دی. تی ام یعنی چی؟ تی یک به علاوه ام من یک دی. این تی دوه، این تی امه که برابر 12 شد. حالا ساده که بکنیم میرسیم به ساده بکنیم مرتب بکنیم میرسیم به 2 تا تی یک به علاوه ام دی برابر با 12. خب معادله یک رو داریم، این معادله رو که داریم به دستش آوردیم و این معادله رو یه دستگاه می نویسیم. خب می نویسیم تی یک به علاوه 4 دی برابر با 6، 2 تا تی یک به علاوه ام دی برابر با 12. حالا اینجا رو ضرب در 2 بکنیم می نویسیم 2 تا تی یک به علاوه 8 دی برابر با 12 و 2 تا تی یک برابر با ام دی برابر با 12. نگاه میکنیم که ضریب هر ماشون درست شد، پس ام برابر با 8. خب مقایسه که بکنیم اون میگیریم 8 پاسخ گزینه 2. خب سوال بعد، تست بعد از ما خواسته در یک دنباله حسابی 1 7 4 10 4 جمله اول را با 13 چهارم، جمله دوم رو با 3 و جمله سوم رو با 11 چهارم جمع میکنیم. جمله 51 دنباله 51 دنباله جدید چند است؟ خب چیکار باید بکنیم؟ میاییم دو تا دنباله رو مینویسیم، 1 و 7 چهارم 10 چهارم. یه دنباله دیگه هم داریم که 13 چهارم 3 11 چهارم، این دنباله اول، این دنباله دوم. خب اعداد و نظیر به نظیر با هم جمع میکنیم و تشکیلش چی میدونیم؟ یه دنباله جدید میکنیم. گناه کن چرا جمع میکنیم؟ چون که صورت تست گفته جمع میکنیم. پس 1 با 13 چهارم میشه 17 چهارم، 7 چهارم با 3 میشه 19 چهارم، 10 چهارم با 11 چهارم میشه 21 چهارم. خب یه دنباله جدید تشکیل دادیم، بهش میگیم دنباله سوم. خب دنباله جدید یک دنباله حسابیه، قدر نسبتش میشه چی؟ 2 چهارم. چرا 2 چهارم؟ 19 چهارم و منهی 17 چهارم بکنیم میشه 2 چهارم. جمله اولمونم که 17 چهارمه، پس جمله 51 رو که بخوایم به دست میاریم میذاریم داخل جمله عمومی دنباله حسابی. مینویسیم تی 51 برابر با تی 1 علاوه 50 دی. جمله اول 17 چهارم مینویسیم علاوه 50 ضرب در دی، دی هم که چیه؟ 2 چهارم. خب یه مخرج مشترک بگیریم میشه 17 علاوه 100 چهارم برابر 117 چهارم که برابر 29 یک چهارم میشه، میشه 29 یک چهارم. پاسخ گزینه 3. خب دوستان خیلی ممنون و سپاسگزارم که تا حل تست های دنباله حسابی با من بودین. روش حل دنباله حسابی رو بهتون گفتم. جلسه بعد میخوام دنباله هندسی و ویژگی اونا رو با شما کار بکنم. بازم میگم مرور فراموشتون نشه و حتما مرور بکنین. جلسه بعد میبینمتون.